بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، این ویدیو رو ببینید. این ویدیویی هست که همان لحظه‌ای که در روزهای اخراج یا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در یکی از خانه‌های مسکونی کابل، اینها اینطور به هر حال این خانه را زیر پوشش بم قرار دادن و اینطور با این خانه برخورد کردن. خب شما ویدیو را دقت کنید دوستان عزیز، متوجه بشید و حتی وجود اطفال دوستان عزیز ببینید، متوجه باشید وجود اطفال در اونجا دیده میشه. این فیلم را خوب زوم کنید، توجه کنید، میبینید که وجود اطفال قبل از اینکه اینها بمباران بکنن مشخصه. و این ویدیو در واقع از وزارت دفاع آمریکا، از پنتاگون، وزارت دفاع تروریست‌ها درس کرده و برخی از خبرگزاری های آمریکایی در اول این را افشا کردند و در سایت هایشان نشر کردند و به تعبیر اونها میگن که ویدیو بیش از اینه. یعنی خب حالا همین یک دقیقه، یک و نیم دقیقه را شما دقت کنید دوستان عزیز، متوجه بشید که اینها چیکار کردند با این خانه. و عجیبه که در اوایل گفتن که ما داعش را زدیم، باز بعد مشخص شد که اینها مردم بیچاره بودن که اصلا هیچ ربطی با هیچ گروه جریانی نداشتن. بعد از آن به جای که بیان معذرت خواهی بکنن، بیشتر آمدن روی زخم مردم افغانستان و روی زخم مسلمان ها نمک پاشیدن. این را تاریخ بنویسه، ای تاریخ نویسان، این را بنویسید، یادتان نره. لطفا تاریخ را بدون جانبداری بنویسید و حق بینانه بنویسید که این جنایات آیندگان خواهند خواند و شاید این ویدیو را آیندگان ببینند. حالا فعلا سال 2022 است، 2022 میلادی، شاید آیندگان ببینند ما زنده باشیم یا نباشیم. آمریکا این جنایت را مرتکب شد، آمد به خانه مسکونی حمله کرد اینطور با این ویدیو دقت کنید، بعد گفت من داعش را زدم، بعد مشخص شد که اینجا خانه مسکونی بوده و حتی تعداد زیادی از اطفال در اینجا کشته شدند و تعداد زیادی از بین رفتند. بعد از آن به جایی که بیه معذرت خواهی بکنه گفت که این یک اشتباه نمیدانم فلانی بوده. ما اشتباه کردیم. خود تو اشتباه کردی، بیا جبرانش را بده، ای تروریست جبرانش را بده. حالا مثلا یک سگ آمریکایی کشته بشه، نه که حالا باز کسی بگه تو توهین میکنی به سربازان آمریکایی، نه، سگ، واقعا سگ، همین ایوان، سگ آمریکایی کشته بشه، تمام دنیا را اینها رسانه ها میگیرن که بله یک سگ در فلانجا کشته شد. خبیث های تروریست، شما چندین تن از مسلمانان، از اطفال را کشتید به همین راحتی؟ اینها جنایات جنگی نیست پس چیه؟ من نمیدانم که چطور شما، یعنی رویتان میشه که اینطور برخورد میکنید. از مقام زور دیگه، نه، وگرنه شما جنایتکاران جنگی باید محسوب بشید. گرچه جنایات شما زیاده، شما شهر موسیل را به خاک یکسان کردید، شما سوریه و عراق را به خاک یکسان کردید، شما افغانستان را به خاک یکسان کردید، شما کشورهای دیگر را به خاک یکسان کردید و این جنایات جنگی بارها اتفاق افتاده. این فقط رسانه‌ای شده. در طول 20 ساله که شما کثیف‌ها در افغانستان بودید، صدها مرتبه این موضوع اتفاق افتاده، صدها مرتبه این کار کردید، صدها مرتبه این کار کردید، ولی همه رسانه ها در سکوت. حتی من تعجبم بر اینه که برخی از یوتیوبرهای افغانی که اینها در هر موقف صدایی دارن، یعنی اگر یک پای یک نفری در کابل بلغزه به زمین بخوره، برف مثلا، برف باشه، پایش بلغزه به زمین بخوره، ویدیوش دستشان بیفته، یک برنامه میگیره. آهایی که پای کسی لغزید باید سرکا درست بشه، شاروالی، آی شاروالی بیا سرکا رو درست کن، آی فلانی. اما در اینجا نه، اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، ویدیو را هم از طرف پنتاگون درس کرد پخش شد، نه اصلا هیچ حرفی نیست. برادران اصلا اینا که دوستان بین المللی اصلا هر چیزی که میخورن باشه بخورن. ببینید چقدر متاسفانه بعضا خود فروختن، افکارشان در افکارشان، حرفهایشان، سخنانشان در دسترس دیگرانه و به اختیار دیگران حرف میزنند، مانند رباتند. هر کس برایشان برنامه دادن، اون برنامه را که پیش میبرند. اگر نه اینجا که جایی هست که باید شما صدا بلند کنید، جایی که باید این تروریستان را معرفی بسازید، جایی که شما باید حرکت بکنید که چرا این اتفاق میفته و کدام دلیل باید شما فعلا جز جنایتکاران جنگی محسوب بشید. بارها این اتفاق افتاده، بار اول نیست که اشتباه باشه. بعد تو به کدام حق داخل یک شهر، داخل شهر سرزمین مسلمان ها حملور میشی، مانند حیوانات وحشی از هوا بر آنها بم پرتاب میکنید؟ به کدام حق؟ تو چیکار هستی؟ اساسا این رو جواب بدی.
غیر از اینکه تو اشتباه کردی یا نکردی، اساسا کار تو اشتباهه. تو چی کار هستی؟ کی هستی تو؟ یک تروریست، یک بدبخت، یک وحشی. بعد می دیگران رو وحشی تصور میکنید، دیگران رو وحشی معرفی میکنید. از شما مگر وحشی تر در دنیا وجود داره؟ از شما جنایتکارتر، تروریستر در دنیا وجود داره؟ والله اگر داشته باشه. به هر صورت جزاکم الله خیرا، در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.